حزب عدالت و توسعه همچنان قدرت آن را دارد که در کارزار انتخاباتی میلیون ها نفر را در پرجمعیتترین شهر کشور استانبول خواستگاه آقای اردوغان به خیابان ها بیاورد. اردوغان با تاکید بر باورهای مذهبی میگوید رای دهندگان مسلمان ترکیه هیچ وقت به رقیب سکولار که اردوغان او را بادپرست و مست خطاب میکند رای نخواهند داد. نهادهای حقوق بشری دولت اردوغان را متهم می کنند که با ابزارهای غیر دموکراتیک مثل بستن روزنامه ها و اخراج دست جمعی مخالفان بالقوه از ارتش پلیس و مقام های دولتی بر اهرم های قدرت چنگ انداخته گزارش سال 2022 دیدبان حقوق بشر ها کیست؟ سالانه هزاران نفر به جرم نوشتن در رسانه‌های اجتماعی به اتهاماتی نظیر توهین به رئیس جمهوری یا پراکندن تبلیغات تروریستی دستگیر و محاکمه می‌شوند. رقیب انتخاباتی اردوغان رهبر حزب جمهوری خواه خلق کمال قلیچ داروغلو اقتصاددان 75 ساله برای شکست دادن اردوغان روی 6 میلیون رای دهنده جوان حساب می کند که علاوه بر نارضای عمومی از افزایش تورم و وخامت اوضاع اقتصادی با حکومت مذهبی مشکل فرهنگی هم دارند من قطعا نگران آزادی بیان هستم. لایک زدن زیر یک توییت یا به اشتراک گذاری یک مطلب در رسانه های اجتماعی نگران کننده شده. محله من امن است اما در جاهای دیگر استانبول مشکل امنیت را جدی می بینم. این دانشجو که قبلا سیاسی نبوده میگوید مثل بسیاری از هم نسلهای خود به شعارهای حزب جمهوری خواه آقای کمال قلیچ داروغلو گرایش پیدا کرده و معتقد است که میتوان بار دیگر حقوق اساسی و عدالت را در ترکیه مستقر کرد. و این کارگر نساجی اعتقاد دارد که دولت اردوغان کشور را ویران کرده و جوانهای ترکیه نسل زی با اتکاب تجربه های خود این فرصت را دارند که اوضاع کشور را تغییر دهند و از بدتر شدن وضع آموزش و پرورش و اقتصاد ترکیه جلوگیری کنند. اما در همین کارخانه جندوزی، کارشناس ارتباطات معتقد است که دولت کنونی با تغییر بعضی سیاست ها به خصوص در مورد جوانان آموزش و پرورش کسب و کار و فرصت های شغلی می به حکومت ادامه دهد. ارمان بکیرچی پژوهشگر مؤسسه نظرسنجی گندا آراستیرما مدتی است به گردآوری نظرهای گروه های سنی مختلف مشغول است. <تصفح> آنها بسیار خشمگین و ناامید هستند چون باید در سن پایین به کار و آینده خود فکر کنند. به علاوه من درباره تغییر جامعه شناختی ترکیه صحبت کردم. جوانهای 19 ساله ترکیه امروز از طریق اینترنت و رسانهای اجتماعی بیشتر شدن فاصله میان فرصتهای زندگی خود و جوانهای اروپا را مشاهده می کنند. آنها امنیت اجتماعی اقتصادی و غذایی ندارند و میخواهند از این وضعیت بیرون بیایند آنها با تلاش اردوغان برای تحمیل سبک زندگی محافظه کاران مشکل دارند نظر ها نشان میدهد که آرای مخالف اردوغان در گروه سنی 18 تا 32 ساله از گروه های سنی دیگر بیشتر است. انتخابات یک شنبه ی آینده در ترکیه آزمون عملی قدرت سیاسی نسل جوان خواهد بود برای به زیر کشیدن حکومت 20 ساله حزب عدالت و توسعه از مجرای قانونی انتخابات.